من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا القاضي الشرعي إما فقيه جامع للشرائط أو على قولين المأذون من فقيه جامع للشرائط ما يخالف يعني على الموازين الشرعية حاكم، وإلا لا اعتبار. لا حتى لأنه أي إنسان قلت الحلف على من أنكر والبين على المدعي مو قدام كل واحد، قدام قاضي الشرعي كما قال عليه السلام القضاة 4، 3 في النار و1 في الجنة، 3 في النار. يعني إذا مو أهل للقضاء، مو فقيه جامع للشرائط على قول المشهور، وعلى قول غير مشهور إذا مو مأذون من فقيه جامع للشرائط هذا قضاء ما له اعتبار. بلى بلى میدونم چرا نه، در اقرار ظاهرا اشکال نداره، دو نفر به شرطی که بر هر اصلی دو تا فرع باشه، چون اطلاقات اقرار هست. اگه اقرار بر ضد شوهرشه نه، اما اگه اقرار بر ضد خودشه چرا نه. بله، اما ظاهرا خلاف تو ذهنمه که خلاف مشهوره. بله اون دوتا عادل اگر شهادت دادن به اینکه این اقرار کرده، وقت حاکم حکم میکنه رو دوتا عادل، بینه حجته. نه در بینه و حلف مسک تسالم هست که باید عند الحاکم باشه. تو ذهنم خلاف مشهوره، فرق میذارم بین اقرار و قائل به اطلاق هستن درش و در بینه و حلف نه، میگن باید عند الحاکم الشرعی باشه. اگرم اینجور باشه معرض عنه نسبت به اون. بله نعم ای اي انا بنظري هذا الجدار كله كافي. بله بله ها بالاختيار. بله بله، والواجب انه قبل 60 سنة أنا تشرفت للحج، كانت صخرات مو هواية أكثر من 1 متر عرضا وطولا، صخرات واحدة محطوطة على ثانية، هو من المقطوع به أنه في زمن النبي والأئمة مو هاي الصخرات كانت، فلذا الظاهر أنه إشكال ما به كل هذا الموجود ما يخالف. نعم أنا عندي احتياط مستحب، بعض الفقهاء احتياط واجب قالين بالوسط يدقون اللي نفس المكان اللي الصخرات قبل 100 سنة كانت. بلي لا أنا بلي أنا بنظري كافي حتى اختيارا حتى. على القول العلمي هنا الشك في الاشتغال مو الشك في الامتثال. لا
لا، تعبيران عن شيء واحد، صلاة الفجر أحيانا يعبر بها عن نافلة الفجر، يعني ركعتين اللي قبل الصلاة، أحيانا يعبر عنها بفريضة الفجر، صلاة الفجر. القرآن الكريم قايل وقرآن الفجر. بل وقعش قدرات الشرائط همه تکالیف یکشم اینجا اگه میتونن یه جوری غسل بدن یا تیمم بدن فبه، اگر نشد هیچ هم جو دفنش کنن، چون وقتی قدرت نباشه یعنی که نتونن همین جور دیگه. نه اون که اشکال نداره که روی پلاستیک کفن کنن. اگه بشه چرا؟ چرا اگر حرج نباشه، ضرری نباشه، مثل همه چیزهای دیگه، همه تکالیف دیگه. یعنی اگر ممکنه منتقلش کنن به کشور اسلامی که اونجا غسل یا تیمم بدن، بله مقدمه وجود دیگه. واجب مقدمه وجود، شرطش اینه که حرجی یا ضرری نباشه. و به فرمایش قرآن کریم عسر هم نباشه، که متأخرین عسر خیلی اعتنا ندارن، اما هم تو قرآن هست عین ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که قبل شیخ انصاری کتابایی که من دیدم اساتید شیخ انصاری حتی بعض معاصرین شیخ انصاری رحمت الله از معاصرین شیخ انصاری یک کتاب چاپ قدیمی شو من دارم بیش از رسائله، این اونجا بحث عسر را مفصل کرده و یه عده هم فتوا دادن فی محله هم هست، اما از شیخ به این طرف خلاصه گاهی کلمه اسم عسر آوردن، اما میگن باید حرج باشه، عسر کمتر از حرج فایده نداره. چرا؟ اون مثبت، اینم مثبت، هر دوشون درست. تو قرآن هم هست سلام علیکم، تو روایات هم هست. بعضی گفت نه، ظواهر حجت دیگه. عسر حرج عسر شدیده، یعنی ظاهرش اینه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، مقابل یسر حرج نه، مقابل یسر نی، یعنی ظاهر عسر یه چیز اخف از حرجه و ظاهر حرج یه چیز اشد از عسره. نعم. ای ظاهر ان المباحث التي في مورد الانحراف، لا والا مقدمات الفلسفه وبنظري في حد كتاب العلامة الحلي في شرح التجريد، هل مقدار أو شوية أكثر؟ لا، هذا لعلها من مقدمات الوجود للاستنباط. بله آها، حرف بدی نیست، حرف، چون خود ببینید دو چیز قرآن فرمود، یکی یرید الله بکم الیسر، یکی لا یرید بکم العسر، چه گیری داره؟ جواهر هم گاهی داره، جواهر سهولت شریعه تعبیر داره، نه فی محله الخبره هم هستن، ظاهر هم همینه، وقتی قرآن میفرمود یرید الله بکم الیسر، اگر لا یرده بکن عسرم نبود چکار میکردیم؟ درسته این محل تقیید نمیکنه که الا یک یسری که ترکش عسر باشد، گرچه میگم متأخرین حتی خود عسر را غالبا نمیگن، جواهر چرا مکرر داره. مرحوم اخوی هم تو فقه نوشتن هم می فرمودن
که این فرمایش شیخ نه، این متقدمین این کار رو کردن، حرفق جدید هم نمیست کرده. شدن میگم شما قبل شیخ ببینید تا شیخ طوسی و شیخ مفید مکرر استناد به عاصم میکنن، مکرر اصلا تو کتب اصول و کتب قواعد فقهیه بحث عاصم را جدا دارن. من دیدم یعنی الان پیش هم نیست اما دیدم داشتم این کتاب را ببینید، رحمت الله را ببینید، مرحوم مرزا قمی را ببینید، اون کتاب دیگه چیه مرحوم حاجی کرباسی رو ببینید، اینایی که قبل شیخ هستن بحث عصر رو کردن و قائل هم شدن. خود شیخ هم همین رو فرموده، فرموده اصلا فرموده چی؟ ها ببینید اونقدری که خود حج قدیمه خود یه عده میمردن، مریض میشدن میمردن، یعنی کسایی که زمان معصومین علیه السلام حج میرفتن اقلا 10% بر نمیگشتن، اما این اونقدری که حرج در حج در صوم اشکال نداره. مرحوم نراقی در مستند همینی که فرمودید ایشون فرموده گفته لا حرج صوم ور نمیداره. چرا؟ چون صوم در مورد حرجه، اما چقدر در اون چقدر حرج متعارفه؟ بله اونقدر قبوله. گفت روزش خورد، گفتن چرا؟ گفت تشنم شد. نه چقدر تشنگی؟ اگه یه تشنگی که متعارف تشنه میشن از روزه و نمیخورن روزشونو اونقدر نه این نباید بخوره، اما اگه ایسی غیر متعارفه چرا لا حرج نگیرتش؟ اون قدری که مسلمه که در مورد حرجه بله عیبی نداره. بله اون قدری که متعارفه قبول. نیست همین عرض کردم اگر تخصیص اکثر باشه قبول داریم، اما بحث در موضوعه که آیا راستی تخصیص اکثره؟ میگم مرحوم اخوی چند جایی بخواه نمیشن تخصیص اکثر نیست. منم عرض میکنم شاید اونجا باشه که قبلی های شیخ استنتنات کردن تخصیص اکثر هم لازم نیمده. بله فرمایش شیخ اگر تام باشه یعنی موضوعا تخصیص اکثر باشه قبول دارم، نه تخصیص کثیر باشه اشکال نداره. چه اشکال داره؟ بله بله چه فرق؟ همش اطلاق همش رو میگیره مگر یه چیز غیر متعارف باشه. میدونم یعنی ما هستیم و اطلاق، مگر یه مواردی راستی انصراف باشه، یعنی اونی که داده این را برای حضرت صلوات الله علیه منصرف ذهنش، یا اگه نظر کرده منصرف، وقت انصراف قرینه میخواد. اطلاق حجیت داره. دو چیز از اطلاق در میاد، یکی غیر متعارف اگه باشه که مکرر فقها ها گفتن اطلاقات منصرف مصادیق متعارف است که فی محله هم هست، اگر هم شک کردیم اقل و اکثر قدر متیقنش مصادیق متعارف هست. یکی اینکه همین انصراف، اگر نه اطلاق سر جاشه.
بعد چرا؟ صدق میگم اطلاق هست. اگه صدق عرف، اگه صدق عرفی کنه، اگر عرض میکنه انصراف هم نباشه چه گیریده؟ متعارض. بله درسته، اون درسته، چون بله اگه صدق کنه عرفا که صدق میکنه. این جاده پنج مورد ازش استفاده میشن، یکی کسایی که کربلا میرن صدق میکنه، اشکال نداره. غیر متعارف هم نیست، اگر هم شکلیم از عدمش. و منصرف هم معلوم نیست باشه، انصراف احراز میخواد. اگه شک کنیم اقل و اکثر باشه، بله درسته. اما اگه شک در انصراف کنیم، از عدم انصراف. بله چی؟ نه اگر جایی، نه اگر فرض کنید کسی یه پول، نه اون ولایت شرعی میخواد، اونا قبول دارم. پولای حرام رو من عرض نمی کنم. من عرض میکنم یک کسی به یه آدم عادی پول داد، گفت این مال امام حسین علیه السلام. یه جاده ایه که 5 تا شهر از این جاده استفاده میکنن، یکیش هم کربلاست. چه اشکالی رو خرج این جاده بکنم؟ اما پولای حرام نه، این ولایت شرعی میخواد. همین دیگه یه شرعی بنتی فقیه، هر جور صلاح دید. همین عرض اینه که اگر احراز چیز نشه، یعنی غیر متعارف نباشه، یعنی محرز باشه که متعارف، این غیر محرز باشه، نه اینکه شک بشه و چیز نباشه، انصراف نباشه، انصراف هم قلیله میخواد. بله چه اشکال داره؟ از حد ترخص کرد میشه، باید تا 4 فرسخ بره ها. ببینید حد ترخص تقریبا یه فرسخ خورده ایه، اما باید تصمیم داشته باشه و فعلیت که 4 فرسخ بره، 4 فرسخ برگرده. بله از حد ترخص کرد، چون حق داره بخوره اونجا، لازم نیست سر 4 فرسخ بخوره، اما یه چیزی بخوره، ولو یه شکلات، آب نبات، یه قدری آب میل کنه، چش کنه داره از همون جان برمیش کنه. یعنی 4 فرسخ بله، 4 فرسخ از آخر شهر حساب کنه، 4 فرسخ که میگن 22 کیلومتر و نیم میشه، و اون قدم برگرده، نه سفره، سفر شرعی. شارع سفر رو ای کالب عرف نکرده، عرف اینو سفر بشتی میگن، اما خودش تعیین کرده، خودش فرموده بیالیوم، خودش فرموده 8 فراسخ، تعیین کرده. سفر عرفی حساب نمیشه، قبول. اما وقتی خودش شارع گفت این سفرون، گفت این سفره، 8 فرسخ سفره، چه امتدادن، چه نصفشو بره، نصف بقیهشو برگرده، خود اشارت موضوع را تعیین کرد دیگه. لا من آخر بیوت المدینه الى المکان اللی میسمع صوت الاذان، الاذان مو بالمکبره، الاذان العادی، و میشوف البیوت تقریبا فرسخ های شویه اکثر. ای من آخر بیوت المدینه یحسب.
عرض کردم. نه اینا عروم داره، هم قصد مسافت هم فعلیت مسافت. براز عکس داره، اما اگه کشف خلاف شد نه. روزش باطل شد. بله بله اینا عروز داره و در این بالخصوص یادم نیست، اما این داره که اگر از حد ترخص گذشت میخواد هم چهار فرسخ بره و نماز ظهرش رو شکسته خوند، هنوز نماز عصر نخونده برگشت که چهار فرسخ ها نرفت. فقه ها فرمایش های مختلف دارن، بعضی گفتن نماز عصر باید قصر بکنه، بعضی گفتن تمام بکنه، بعضی احتیاط وجوبی کردن که جمع بکنه نماز عصرش رو. خلاصه مسئله اجتهادی باید برداشت کرد دیگه. دلیل عروم داره، فقه هم غالبا دارن، تو رساله هم هست، هم قصد المسافه هم الذهاب الى المسافه، هر دو شرطه. این نه آخه دلیل جواز، دلیل جواز افطار و دلیل قصر نماز دو تا چیز قید کرده. یکی اگر قصد، اگر مسافت 10 تا مسافت هم رفت اما قصد ندوش، فایده نداره. اگر قصد دوش تا اما نرفت مسافت، قاعدش دیگه بگیم فایده نداره، چون هر دوش در دلیل وارد شده. آها آه، بس این مسافت نرفت، فعلیت پیدا نکرد. آخه دو تا دلیله، یه دلیل گفته که باید هشت فرسخ رو بره، در جایی که هشت فرسخ خواهد رفت یعنی کشف خلاف نشه، اینه که در حد ترخص حق داره بخونه. چرا؟ چرا فعلیت نشده هشت فرسخ؟ میدونم مطمئنه، اما نرف هشت فرسخ میفرمد نرف دیگه، نه مشکله. لا کربلا مو کله حائر، کربلا کله مورد تخییر بین القصر و التمام. حائر یعنی منطقة التي الماء ما تقدم الى قبر الحسين عليه السلام. يقولون هذا 25 ذراع، يعني 12 متر ونص من اطراف القبر الشريف، مو اطراف الضريح. لا لا لا، بعض قالوا في الحائر، بعض قالوا في الحائر، اما لعل المعروف بين الفقهاء ومنهم صاحب العروة، لأن رواية معتبرة أكو كربلاء حرم الحسين مو الحائر، بل رواية هم أكو حائر، أما باعتبار أنهما مثبتين لا، هم كل كربلاء وهكذا. الكوفة، الكوفة حرم أمير المؤمنين مثل مكة والمدينة. إيه هذه المناطق الأربعة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الكوفة العلوية، وكربلاء المقدسة. هذه الأربعة جماعة من الفقهاء ومنهم صاحب العروة والعديد من المعلقين على العروة اللي قبلوا كلام العروة، يقولون كل هذه المدن الأربعة كلها مورد رخصة بين القصر والتمام. بله هل تي؟ بله باید آب بخوره؟ ها به نظر من اشکال نداره آب بخوره و روزش هم اشکال نداره، کسی که مریضه
این را متعرض نشدن، اما به نظر من این حکم همون ذو العطاش داره که هم روایت داره هم فقها گفتن، فقط که کلیش مسئله داره احساس عطش هم نمی کنه. ولی احساس عطش من عرض کنم به برداشت من اینه که مورده نه موضوع مسئله است، بحث علمیش. این کسایی که کلیشون مشکل داره و باید آب بخورن فقط احساس عطش هم نمی کنن. بعضی فقها فرمودن، منم برداشتم همینه که این نروزه بگیره فقط آب، چیز دیگه نخوره، شربت و هندونه و این چیزا نه، فقط آب بخوره روزش صحیحه، اشکال نداره. بله چرا؟ بله فقط قضا نداره، لازم نیه قضا بکنه. بله بله من عرض کردم ایشون، حالا من نظر خودم رو عرض کردم، مگر نه بله فرمودن بعضی ها. بله اصلا بعضی ها در مسئله کلیه که احساس عطش نمی کنه نگفتن این را، متعرض نشدن اصلا. در ذو العطاش فقط گفتن که مرضی داره که احساس عطش هم می کنه، اما اینایی که کلیه دارن غالبا احساس عطش نمی کنن. اما دکتر میگه که باید مرتب آب بخور، اگرنه کلیت از دست میره. اینم به نظر من اشکال نداره، مطلقا اشکال نداره. این چون تو مجرای معده نمیره، دو تا مجرا هست، این تو مجرای نفس میره، به طرف ریه میره، شش، لحالا اشکال نداره. جماعتی هم فقها تصریح کردن که اشکال نداره. اگه بره به معده، بله قبول، اما عادتا چون حالت نفس داره به شش میره. به بله 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 درست. اونم همینه، اشکال نداره، اشکال نداره. إذا شاف الهلال ورؤيته كانت متعارفة، يعني قد يكون في شخص رؤيته غير متعارفة، يعني حاد البصر بالمقدار اللي متعارف الناس ما يشوف وهذا يشوف، هذا لا اعتبار به. إذا رؤيته متعارفة له حكم نفسه. بله 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 نه قرض الحسن چون بعد پس میگیره. میدونم این مانع است از فوریت خمس، اینو معونه نی؟ مثل قرضای دیگه که میدن، کسی که قرض میده به شما، خمس این قرض بر شما نیست، چون این فایده اسمش نیست، خمسش بر همونیه که قرض داده. بله چون پول در اختیارش نیست، سر سال واجب نی الان خمس این پولو بده، میتونه الان بده، هر وقت گیرش اومد دیگه نده، میتونه تأخیر بندازه، هر وقت به دستش رسید ولو بعد یه سال دو سال. فوریت خمس رفع میشه نه اصل خمس. الراهن والمرتهن لا يخطون
هذا واحد راهن اعطى مبلغ اي ذاك مرتهن اخذ المبلغ اي كلاهما لا يضمن لا لا المنطي فلوس هذا من الفلوس رجعت إليه عليها الخمس بعدين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهر محمد